باز باگرام ستاپ تروریسم ده ها تن از افرادی که شامل نمایندگان جامعه مدنی، اعضای خانواده های شمار از زندانیان زندان گوانتانامو و برخی از زندانیان رها شده از این زندانند، با سر دادن شعارها خواستار مزدود شدن زندان هایند که توسط امریکا برای افغان ها ساخته شده است. مظاهره کنندگان روز شنبه در برابر سفارت امریکا در کابل تجمع کرده و بر علیه پلیسی های دولت امریکا شعار سر می دادند. خیرالله شینواری یک تن از این مظاهره کنندگان می گوید که در زندان های گوانتانامو و بگرام شماره از کسانی زندانی هستند که هیچ جرمی را مرتکب نشدند و از هر گونه حقوق بشری نیز محرومند. اسیرانو څخه هغه حقونه هم وترول شول چې نړیوالو بشري قوانینو اسیرو انسانانو ته په پام کې نیولې دي. موږ د امریکا پر حکومت غږ کوو که چېرته په دغو اسیرانو جرم نشي ثابتولی نو باید دا کسان ژر تر ژره آزاد او خپلو هیوادونو ته واستول شي. بر اساس گزارش ها هم اکنون ده ها تن از افغان ها به اتهام همکاری با گروه طالبان در زندان گوانتانامو و صدها تن دیگر در زندان بگرام که مسئولیت امور آن اکنون به حکومت افغانستان سپرده شده است در حبس به سر می برند. تقاضای مزدود شدن این زندان ها در حال مطرح می شود که باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در جریان کمپاین های انتخاباتیش تعهد کرده بود که زندان گوانتانامو را مزدود خواهد کرد، اما این تعهد تا کنون به گونه کامل عملی نشده است. در این حال عمر خان باشنده خوز که در این مظاهره شرکت کرده بود میگوید که پسرش از 14 سال به این طرف در زندان گوانتانامو زندانی است و از وی هیچ احوالی ندارند. بچای نوره ده گوانتانامو که زیر بس کنه کیگه ایس بس خوزمه نکیگه. دقا سپریت اتننده ده پره میخته ده سرای نوره رو گوله چنزای ده پیخته نو کم. کسی مجرمی خواسی ده یا لوی محکمی ته دیکاش که که مجرم نوی بیل وقت بتروی. اختیار محمد که در میان مظاهره کنندگان بر علیه امریکا شعار سر می داد می گوید که 5 سال عمرش را بدون ارتکاب جرم در زندان گوانتانامو سپری کرده است. و حال ده بود روحی تکلیف و ده مریض بختنه نوی در خلق طول آده تا عصبی تکلیفان یخته جو طول لیوانیان سو و باید را اخلاسی ده شنه ظلم ده دیر ظلم ده دیر انسانان سره بکن گرامش. با این همه عبدالرحمن هوتک یک تن از کمیشنران کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که شکایت های زیاد را در این مورد دریافت کردند و از این بابت به شدت نگران هستند. هر حق زندان چه در قانون خلافی هغه د بشري حقونو له هیڅ ارزښ سره سمون نه لري. ګوانتانامو یو داسې زندان ده چې هغه کې چې خلک بندیان شوي دي هم د قانون خلاف دي او هلته چې وختونه تیروي هم د ټولو قوانینو د نړیوالو قوانینو خلاف دي. در 14 سال گذشته شماره از افغانها در چندین مرحله از زندان ګوانتانامو آزاد شدند. این زندانیان ادعا می کنند که در آن زندان محبوسین شکنجه می شوند و به حقوق آنان رسیدگی صورت نمی گیرد.